روش‌های معدودی برای اثبات وجود جهان‌های موازی وجود داره که یکی از اونها استفاده از خودکشی کوانتومیه. اما این روش چیه و نحوه عملکردش چطوریه؟ مردی در مقابل تفنگی میشینه که سر اون رو نشون رفته. این تفنگ وسیله عادی نیست و در واقع به ماشینی متصله که چرخش ذرات کوانتومی رو میسنجه و هر موقع که ماشه تفنگ فشرده میشه، این ماشین چرخش ذرات یا همون کوارک ها رو اندازه میگیره و با توجه به این اندازه گیری ها تفنگ تصمیم به شلیک یا عدم شلیک میگیره. اگه چرخش کوارک در جهت ساعتگرد باشه، تفنگ شلیک میکنه و اگه در جهت پاد ساعتگرد باشه، فقط صدای کشیده شدن ماشه میاد و شلیکی صورت نمیگیره. فرد مورد نظر با استراب ماشه تفنگ رو فشار میده، اما فقط صدای ماشه میاد و شلیکی صورت نمیگیره و هر چقدر ماشه رو فشار میده شلیکی صورت نمیگیره، در حالی که تفنگ پر بوده و آماده شلیکه. اون چندین بار این کار رو انجام میده و مدام در حال فشار دادن ماشه است، اما تا ابد نتیجه یکسانه و شلیکی رخ نمیده. اما اگه زمان به عقب برگرده و اگه در همون بار اول چرخش کوارک به صورت ساعتگرد اندازه گیری بشه، شلیک صورت میگیره و فرد مورد نظر میمیره. خود فرد اطلاعی نداره، اما اون هم مرده و هم زنده است. اون که بار اول ماشه رو فشرد و چندین و چند بار دیگه هم فشار داد، اما شلیکی صورت نگرفت. پس چطور ممکنه که مرده باشه؟ در واقع خود فرد اطلاعی نداره، اما اون هم مرده است و هم زنده. هر بار که اون ماشه رو میکشته، جهان به دو قسمت تقسیم میشه و یه نسخه از اون زنده میمونه و دیگری میمیره و این کار تا ابد ادامه پیدا میکنه. این آزمایش که در تخیلات افراد انجام میشه به خودکشی کوانتومی مشهوره. خودکشی کوانتومی اولین بار توسط مکس تگمارک که استاد دانشگاه پرینستون بود مطرح شد. سطح کوانتوم کوچکترین سطحی از ماده است که دانشمندان موفق به کشف اون شدن. توی این سطح ماده بسیار کوچیکه و با استفاده از روش‌های قدیمی نمیشه به تحقیق در مورد اون پرداخت. نظریه جهان‌های چندگانه. آزمایش خودکشی کوانتومی در واقع آزمایشیه که برای اثبات یکی از پیچیده‌ترین نظریه‌های فیزیک کوانتوم، یعنی نظریه جهان‌های چندگانه به کار میره. این نظریه برای اولین بار توسط دانشجوی دکترای دانشگاه پرینستون به نام هیو اورت در سال 1957 میلادی مطرح شد. این نظریه برای سالها بدون توجه باقی موند تا اون که مکس تگمارک با طراحی آزمایش خودکشی کوانتومی شواهدی برای اثبات اون به دست آورد. به ازای هر نتیجه احتمالی برای هر عملی، جهان به دو قسمت تقسیم میشه. بنابر نظریه جهان‌های چندگانه، به ازای هر نتیجه احتمالی برای هر عملی، جهان به دو قسمت تقسیم شده و در حقیقت یک کپی از اون به وجود میاد که این رویه رو از همگسستگی نامیدن. در این پدیده به جای اتفاق افتادن یکی از دو احتمال موجود، جهان به دو قسمت تقسیم میشه و هر دو احتمال به وقوع میپیوندن. نکته مهم در مورد نظریه جهان‌های چندگانه اینه که وقتی جهان به دو قسمت تقسیم میشه، فرد اطلاعی از نسخه دیگه خودش در جهان دیگه نداره. این همون اتفاقیه که در خودکشی کوانتومی رخ میده. وقتی فرد مورد نظر ماشه رو فشار میده، دو احتمال وجود داره. یا گلوله شلیک میشه و یا شلیک نمیشه. در واقع اون خودکشی میکنه یا زنده میمونه. هر باری که ماشه فشرده میشه، جهان به دو قسمت تقسیم میشه تا بستر برای به حقیقت پیوستن هر دو احتمال فراهم بشه. با مرگ اون، تقسیم شدن جهان بر اساس احتمال مرگ یا زندگی متوقف میشه. اما برای نسخه دیگه که زنده است، همچنان دو احتمال مرگ و زندگی وجود داره. زمانی که فرد ماشه رو فشار میده و جهان به دو قسمت تقسیم میشه، نسخه‌ای که زنده میمونه هیچ گونه اطلاعی از نسخه دیگه‌اش توی جهان دیگه که مرده است نداره. در عوض اون زنده میمونه و به فشار دادن ماشه ادامه میده. با هر بار فشار دادن ماشه، جهان به تقسیم شدن ادامه میده و نسخه‌ای که به حیات ادامه داده مدام در حال فشار دادن ماشه است و برای همیشه جاودانه میمونه. به این پدیده جاودانگی کوانتومی گفته میشه. پس چرا هر فردی که اقدام به خودکشی میکنه جاودانه نمیشه؟ نکته جالب در مورد نظریه جهان‌های چندگانه اینه که این نظریه معتقده
توی جهانهای دیگه فردی که خودکشی کرده زنده است. اما برای فرد نظارگری مثل ما این موضوع صدق نمی کنه. در واقع ما ناظران خودکشی یک فرد هستیم و وقتی تفنگ شلیک میشه ما در جهانی که در اون فرد مورد نظر مرده است محدود میشیم. حتی اگه تفنگ رو برداریم و به فرد مورد نظر شلیک کنیم اتفاق نمیافته، چون که دیگه احتمال زندگی فرد مرده وجود نداره و شلیک ما فقط یک نتیجه احتمال داره. همراهای عزیز کانال کافه دانستنی، اگه میخواین بدونید که موجودات چهار بعدی چطور زندگی میکنن این ویدیو رو ببینید.